سلام به شما عزیزان، دانش آموزان خوب من، اونایی که در کلاس های من هستید و همچنین مهمان هایی که امروز حضور دارم برای بررسی آزمون قلمچی. من چون تعدادی مهمان هستم و برای بررسی آزمون قلمچی حضور پیدا کردن، ابتدا من این آزمون رو بررسی میکنم که هم کمکی بشه به اون دانش آموزان و هم دانش آموزان خودمون، و بعد دیگه برنامه خودمون رو که بحث بررسی آزمون بلند مدت جلسه پیشمون که بحث موصوف الصفت بود رو با دانش آموزان خودمون خواهیم داشت. پس ابتدا بررسی آزمون قلمچی. آزمون 21 آبان 1400 پایه 12 ریاضی و تجربی که البته میتونه انسانی هم باشد. باز طبق معمول این آیدی کانال من هستش، ادسان عربیک مسبا، برای کسایی که امروز مهمانن و میتونن عضو این کانال بشن و از مطالب متنوع روزانه اون و همچنین هشتگ هایی که سنجاق شده در کانال هست ازش استفاده بکنن. بریم برای بررسی تست اول. قبلا اشاره کردیم به همه دانش آموزان، مخصوصا دانش آموزان اصلی خودمون، که در بخش ترجمه یک مخففی رو من بارها تکرار کردم که گفتم از این مخفف میشه در بخش ترجمه در بسیاری از اونها استفاده کرد. یعنی شاکلید در حقیقت موضوع ترجمه میتواند همین مخففی که مطرح میکنم باشه، و اون اینکه فزج من میتونید این رو به زبان شعری هم در بیارید. فزج من تو یاری و یاور من. حالا این قسمتش رو کاری نداریم، میریم سر قسمت فزج من. گفتیم که در بخش ترجمه اولویت اصلی توجه به فعل ها هست. فعل ها به لحاظ زمانی، ماضی، مضارع، مستقبل و مثبت و منفیش. باز ماضی ها اقسامی که داره، ماضی ساده مثبت، ساده منفی، نقلی مثبت، نقلی منفی، استمراری مثبت، استمراری منفی، بعید مثبت، منفی، همینطور تا آخر، و مضارع به همین شکل، اخباری، التزامی، مثبت، منفی و مستقبل مثبت و منفی، که اینو ما مفصل برای بچه ها گفتیم. پس فعل ها بلا زمانی همیشه توجه اول ما باشه در مقوله تسای ترجمه، که حدود تقریبا 70% رو بهش میپردازه. ز ضمیرها هستند. جایگاه دوم برای بررسی تسای ترجمه ای ضمیرهایی که درون جمله هستند یا نیستند. اینها باید با آمدنشون تو ترجمه دیده بشوند و با نیامدنشون هم در ترجمه چیزی زائد آورده نشود. جیم مفرد و جمع بودن کلمات. اگه کلمه جمع اومده حتما بهش دقت بکنید که آیا در همه گزینه‌ها اون به صورت جمع ترجمه شده است یا نشده است. میم معرفه بودن، کلماتی که معرفه هستن. نون هم نکره بودن، کلماتی که معرفن به صورت معرفی ترجمه بشه، نکره به صورت نکره ترجمه بشه. اینا هم مهم هستن در مقوله ترجمه. البته در بخش مکمل ها میشه به موارد متعدد دیگه مثل موصوف صفت، مضاف، مضاف الیه، به این مجموعه هم حتما توجه کرد، یا کلمات اضافی که آورده شده یا حذف کلماتی که باید در ترجمه دیده بشود، اینها رو ما باید بهش توجه کنیم. خب بر اساس این مورد میریم ببینیم که گزینمون چگونه هستش. یا ایها الناس ضربه. ضربه یه فعل مجهول هست. من اینجا می نویسم ضربه، ضربه ماضی مجهول هست. ساختار مجهولی رو که می دونید دیگه، در ماضی قبل آخرش
عین الفعلش کسره میگیره و متحرک های پیش از اون زمه. بنابراین این زورب است. ماضی مجهول یعنی معنای مجهولی رو باید به صورت ماضی داشته باشه. به استناد این مطلب گزینه سه رو خط میزنیم، چون میگه مثلی زده میشود، در صورت که این فعل ماضی هست. اما گزینه های دیگر رو ما میپذیریم. گزینه های دیگر مثلی زده شد، یک مثلی زده شد، یک مثلی زده شده است، اینها می تواند پذیرفته بشه. مثلا که به صورت نکره اومده و بنابراین به صورت نکره ای هم در اینجا مثلی، در اینجا یک مثل. می دونید که دیگه یه اسم نکره رو ما سه نوع معنا می تونیم براش داشته باشیم: کتابی، یک کتاب، یک کتابی. اینجا هم پس در این مقوله دیگه ما مشکلی نداریم. میریم سراغ فعل بعدیمون، استمعو. استمعو یه فعل امر هستش بچه ها، یه فعل امر. اینجا می نویسم استمعو، امر. خب فعل امر هست، رفته تو باب و بنابراین سمع به معنای شنید هست، استمع به معنای گوش دادن هستش. خب اگر این رو هم بهش توجه کنیم، آنجایی که از شنیدن حرف زده است این گزینه هم خط میخوره. پس این دوتا رفتن کنار. اما دو گزینه بعدیمون گوش دهید و مورد بعدی با آن گوش فرا دهید، اینا مشکلی ندارد. میریم برای ادامه جمله. تدعونه، لن یخلقو، اینا همه باید بهش توجه بشه. بریم ببینیم بین یک و چهار کدوم رو میتواند به ما کمک کنه برای انتخاب گزینه. در گزینه یک میگه مثلی زده شد پس با آن گوش دهید، تا اونجا ما مشکلی نداریم. همانا کسانی را که به جای خدا عبادت میکنید، به جای خدا عبادت میکنید. این تدعونه اومده، اینجا صحبت از عبادت کرده، مگسی را خلق نخواهند کرد، این غلطه. میریم برای گزینه یه مثلی زده شده است لذا با آن گوش فرا دهید، بیگمان کسانی را که به جای خدا فرا میخوانید. به جای خدا فرا میخوانید، تدعونه، نه عبادت میکنید. عبادت که خودش واجهش مشخصه. و ادامه جمله هم که درست هست. پس بنابراین گزینه چار رو میپذیریم. توجه داشته باشید بچه ها که ما داریم تحلیل میکنیم، یعنی نمیخوایم سریع تست رو انتخاب کنیم بگذاریم، داریم به صورت تحلیلی میریم جلو و به مواردی که مد نظر هست بهش توجه میکنیم، لذا زمان خواهد برد. بریم برای مورد دوم. باز فعلامون، ضمیرامون، اینا رو خط میکشیم ببینیم کدوم ها به درد ما میخورن. اعوذ بربی ان یدخلنی و همچنین فعل اینجا و ها در فعلتها، اینها مواردی است که ما باید بهش توجه کنیم. خب از طرفی ها در فعلتها، این یه ضمیر دیگه باید در ترجمه دیده بشه، ببینیم آیا در گزینه ها همه این دیده شده یا نه. گزینه یک، در دنیا انجامش دادم. خب چی رو؟ آنها را. این غلطه. انجام آنها را، در دنیا آنها را انجام دادم، اینجا درسته. در مورد بعدی، در دنیا آنها را انجام دادم، درسته. در دنیا مرتکب شدم، باز به اون ضمیر اشاره ای نکرده. پس بنابراین این گزینه ها حذف میشه، میمونه گزینه دو و سه. از این که به خاطر اعمال بدم، میریم گام به گام جلو. از این که به خاطر اعمال بدم در دنیا آنها را انجام دادم، وارد آتش شوم و مرا خار گرداند، به پروردگارم پناه میبرم. از اینکه به خاطر اعمال بدم که در دنیا آنها را انجام دادم، وارد آتش شوم مرا خار میگردد. خب دقت کنید بچه ها، یدخله یک فعل غایب هست، یک فعل غایب هست. میگه که وارد شوم، اینجا وارد کند مرا، وارد شوم به کار برده، این هم غلط هستش. میمونه گزینه سه، از اینکه مرا داخل آتش کنند. اینجا دیگه تمام موارد، از اینکه مرا داخل آتش کنند. این یدخله مثل یذهبوا که فعل مضارع میرود میگیم، اینجا هم داخل کنند
به صورت مضارع غایب نه به صورت مضارع متکلم، اون از این جهت غلط هست و ادامه جمله هم هرچه هست درست هستش. گزینه 3 رو انتخابش میکنیم. گزینه 3 مواردی که به ما کمک کرد، یکی اند یدخلنی هستش که مضارع غایب هست، مضارع مخاطب و متکلم نیستش، و ها در فعلتها، این ضمیر هم باید تو ترجمه دیده بشه که در اینجا در گزینه 3 این کار انجام شد. بریم برای مورد بعدی. فعلامون رو یستعینو و این کلمه بکتری المزیعه موصوف صفت باید رعایت بشه و نگاه کنیم ببینیم این موارد چگونه هستش. خب در گزینه 1 باکتری نورانی رو ما داریم، اینو میپذیریم، اما در گزینه 2 گفته که نور باکتری، خب حذف میشه. سم نور باکتری ها حذف میشه، موصوف و صفت، اول موصوف بعد صفت آورده میشه. و مورد 4 هم باز میپذیریم که باکتری نورانی. خب حالا بین یک و 4 میخوام انتخاب کنیم. گفته که بشر از باکتری نورانی که زیر چشمان برخی ماهیان زندگی میکند برای نورانی کردن شهرها یاری میجوید. یستعینو اینجا، اما در 4 بشر از باکتری نورانی که زیر چشمهای بعضی از ماهی ها زیست می کند برای نورانی کردن شهرها استفاده خواهد کرد، در صورت که یستعینو یه فعل مضارع غایب هست، مضارع اخباری هست نه مستقبل. در گزینه 4 به صورت مستقبل ترجمه شده که این غلط هستش. پس بنابراین گزینه 1 رو انتخاب میکنیم. مواردی که به ما کمک کرد، یکی این کلمه است که به اصطلاح موصوف و صفت بودن، و یکی هم کلمه یستعینو که مضارع اخباری هست نه مستقبل، و گزینه 1 رو انتخابش میکنم. بریم برای تست بعدی. کلماتی که باز میتونه به ما کمک بکنه، یکی صدن عظیمن هستش. صدن عظیمن موصوف و صفت هست، به صورت نکره ای هم باید ترجمه بشه. ببینیم کدوم گزینه این رو رعایت نکرده. در گزینه 4 میگه صد بزرگ، بالاخره یا باید بگه صد بزرگی یا صدی بزرگ، به این شکل باید ترجمه بشود که یکی از گزینه هامون حذف شد اما گزینه های دیگر پذیرفته شد. میریم برای ادامه جمله که یک فعل خاصی رو باز داریم، فرحه، فرح الناس. فرحه تو باب تفعیل برده شده و شاد کردن هست نه شاد شدن، بنابراین به استناد این مطلب اینجا خوشحال شدن خط میخوره. در گزینه 4 هم شاد شدن خط میخوره و این گزینه ها خود به خود حذف شدند و گزینه 3 هم که قبلا حذف شده بود، خب خودش گزینه‌مون رو انتخاب کرد، یعنی گزینه 2 پذیرفته میشود. مواردی که کمک کرد، یکی صدن عظیمن موصوف و صفت و ترجمه نکره‌ای هم باید بهش اضافه بکنی که به صورت نکره‌ای باید ترجمه بشه. یکی هم بحث فرحه هست. فرحه به معنای شاد شد هست، اما فرحه به معنای شاد کرد هستش. تو باب تفعیل برده شده، فعل لازم به متعدی تبدیل میشه. مثلا نزله به معنای نازل شد، نزله به معنای نازل کرد. این هم باید در ترجمه بهش توجه بشود. خب
بریم برای تست بعدی. هازا هو طائر رو موارد مشخص میکنیم. هازا هو طائر زکی الذی یتظاهر امام حیوانات مفترسه. و تا آخر، خب ببینیم که کدوم گزینه رو بر اساس این مطلب باید انتخاب کنیم. هو ای که اومده بچه ها در اینجا یه تأکید رو در جمله ایجاد میکنه. وقتی بین مبتدا و خبر یه ضمیر منفصل میاد، هو هما هم یه هما هنه، این ضمیر برای تأکید میاد، یعنی یه معنای خاص برای خودش باید در جمله داشته باشه. خب در گزینه یک اصلا این هو رو معنا نکرده، این پرنده باهوشیست. گزینه سه این رو معنا نکرده، پس یک و سه حذف میشوند. یه علامت مثبت میذاریم بچه ها برای گزینه دو و چهار. حالا دو و چهار رو با هم بررسی میکنیم. میگه که این همان پرنده ایست، بریم ببینیم، این همان پرنده باهوشی است، این همان پرنده باهوشی است. میبینید که تا اینجا مشکلی نداریم که مقابل جانوران درنده‌ای که قصد شکار جوجه‌هایش را میکنند وانمود میکند به اینکه بالهایش شکستند. خب بریم برای چهار. این همان پرنده باهوشی است که در برابر جانوران درنده که تظاهر به شکار جوجه‌هایش میکنند پرهای خود را شکسته نشان میدهد. خب ببینید تظاهر کردن برای اون پرنده است نه برای شکارچی. بنابراین در گزینه 4 که گفته این همان پرنده باهوشی است که در برابر جانوران درنده ای که تظاهر به شکار جوجهش میکنند، در صورتی که خود اون پرنده است که تظاهر میکند، این گزینه حذف میشه. و گزینه 2 این همان پرنده باهوشی است که مقابل جانوران درنده ای که قصد شکار جوجهایش را میکنند، این هم این فعل وانمود میکند به اینکه بالهایش شکسته شدن، گزینه 2 رو انتخابش میکنید. پس تظاهر برای اون پرنده است نه برای شکارچی که در گزینه 2 به این پرداخته شده است. مواردی که کمک کرد به ما، یکی هوه هست به معنای همان که در دو گزینه اومد، و یکی هم تقصدو و یتظاهر. و اینا هم کلماتی بودن که در ترجمه به ما کمک کردن. بریم برای تست بعدی. گفته گزینه صحیح رو انتخاب کنید. گزینه 1 میگه هل عندکم معلومات ان خاقانی تعرفنا علیه جیدا. خب در اینجا ما کلماتی که داریم، یکی اندکم هست، این ضمیر باید دیده بشه، تعرفو و این نا، اینها باید در ترجمه دیده بشه، ببینیم آیا این کار کردی یا نه. میگه آیا اطلاعاتی درباره خاقانی دارید که او را به ما به خوبی معرفی کند؟ هیچ اشکالی در گزینه 1 وجود نداره، ضمیرها، فعلها، همه چیز درست ترجمه شدن، پس گزینه صحیح رو ما همین گزینه 1 میگیریم. اما در گزینه 2 گفته است که قد اون شده بچه ها فعل ماضی هست، ماضی مجهول، اون شد مجهول، ماضی مجهول. باز قبل آخرش رو کسره در نظر بگیرید و متحرک پیش از اون رو زمه. خب اگر مجهول است، ببینید مجهول معنا کرده، میگه که سروده ام، سروده شده است باید بگه، این که غلط. مورد بعدی کیف تأمرین اخوت. خب یک کلمه خاص باز اومد. این کلمه اخوت یک کلمه فریبنده است بچه ها. اخ ما دو نوع جمع براش داریم. اخ دو تا جمع داریم. یکی اخوان، یکی اخوت. حالا این ته میتونه بعد که وصف بشه به یک کلمه دیگه اون تای دو نقطه‌ای که در اونجا می‌بینید باشه. اینها اخ به معنی برادره، اخوان به معنی برادرانه، اخوت هم به معنی برادرانه. اما در اینجا چی به کار برده بچه‌ها؟ خواهرانت، خواهرانت. این هم غلط هستش. میریم برای گزینه بعدی. باز قد یمکنو ان یعوزه. یعوزه فعل مجهوله، مجهوله. در مضارع ما وقتی که می‌خوایم مجهولش کنیم
قبل آخر رو فتحه میدیم و حرف مضارع رو هم ضمه میدیم. مثلا یضربو میشه یضربو، یعوضو میشه یعوضو. پس بنابراین این مجهوله. ببینیم معنی مجهولی داره؟ نه. جبران کند، جبران شود باید بگه معنی مجهولی. پس گزینه یک رو انتخاب کردیم به عنوان گزینه صحیح. خب بریم برای بعدی. باز میگه که تعیین کنید خطا رو. گزینه یک میگه انما اللسان سلاح تا آخر، زبان تنها سلاحی است. دقت داشته باشید بچه ها که انما برای تأکید میاد، یعنی وقتی که داخل جمله میاد یه معنای تأکیدی رو هم همراه خودش داره. خب زبان تنها سلاحی است که به گربه در بهبود زخمایش کمک میکنه. هیچ مشکلی ما در این گزینه نداریم، گزینه صحیحه. مطمئن دنبال گزینه خطا میگردیم. مورد بعدی رو بچه ها دقت کنید. یک حازا داریم و یک یوم داریم. حازا میشه مبتدا و یوم میشه خبر. خبر و اضافه شده است به بعث، یعنی حال خبری که مضاف هم واقع شده. خب حالا ببینیم این رو رعایت کرده یا نه. میگه و این روز، این ویرگوله چیه اینجا؟ در صورت که روز داره به بعث اضافه می شود و باید بگه این روز رستاخیز است. این روز رستاخیز است و این روز رستاخیز است. غلط ویرگول نمیخوایم ما. هازا میشه مبتدا، یوم میشه خبر که تکمیل کننده مبتدا است، زمینی که یوم به بعث اضافه شده است و باید در ترجمه هم حالت مضاف رو به خودش بگیره نه توقف رو. پس گزینه دوی ما گزینه خطا هستش و همینطور که اشاره کردم هازا مبتداست و یوم خبر هست و البعثم مضاف الی، یعنی بس به این داره اضافه میشه و تو ترجمه باید همین حالت رو داشته باشه. تلمیز المدرسه، دانش آموز مدرسه، این حالت رو باید داشته باشه. پس این گزینه گزینه خطا بود که مشخص شد. گزینه دیگه هم صحیح هست چون ما دنبال گزینه خطا میگشتیم. خب بریم برای مورد بعدی. باز فعلی که داریم چیه بچه ها؟ میخواهیم یک فعل مضارعه اخباری هست. می نویسم جا میخواهیم مضارع اخباری، مثل میرود و میخورد و اینا. خب اگر فعل مضارع باید داشته باشیم، شما خودتون دیگه خود به خود دوتا گزینه رو حذفش میکنید. اردنا یعنی گزینه دو و چهار. اینا رفتن کنار چون اصلا مضارع نیستن بلکه ماضی هستن. اما دو گزینه بعدی رو میتونیم داشته باشیم. حالا بین اینها میخوایم انتخاب بکنیم. میریم سراغ باز موضوع مهمی که نعمتهای الهی هست. نعمتهای الهی موصوف و صفتن. اینجا می نویسم نعمتهای الهی، ضمنی که نعمتها به صورت جمع میاد حالت صفتی هم گرفتن، موصوف و صفت. پس موصوف و صفت هم باید از هم تبعیت کنن. اگر اون الف لام داره اینم داشته باشه، نکرت نکره، در مشخصه جامع باید از هم تبعیت داشته باشن، یعنی جنسشون، اعرابشون، معرف نکرشون و تعدادشون. خب اون دوتا گزینه که باقی ماند، یکی میگه به نعم الله، خب این اضافه شده و موصوف صفت نیست. اینجا پس مضاف و به علاوه مضافون الی هست. این غلطه. اما در اینجا نعم الهیه که اینجا این موصوفه و اینم صفتشه. اصلا هم تبعیت کردن الف لام الف لام. زمینی که بالا میگه نعم الله یعنی نعمتهای خدا، در صورتی که میگه الهی. و این رو ما باید وقتی که مثلا میگیم طبیعت، خب تو برگردان رو میگیم طبیعت، اما وقتی میگیم طبیعی نیاز داریم به یک یا که بهش یا نسبت میگن، در اونجا آورده میشه. خب اینم پس گزینمون مشخص شد. گزینه سه رو انتخابش کردیم. خب بریم سراغ درک مطلب. درک مطلب بچه ها در کنکور 7 تا تست میاد
چهار تا به متن برمیگرده، سه تا به اعراب و تعلیل صرفی. اما در اینجا چون تعداد تست در آزمون قلمچی از 25 تا به 20 تا تبدیل شده، یه مقداری کم و زیاد شده. در درک مطلب شما یا باید متن رو استنباط کنید، داستانش رو نمیخواد به طور کامل ترجمه کنید، داستانش رو کشف کنید، برید سراغ سوالات، یا از خود سوال بیایید درون متن وارد بشید. البته کلید واژه‌های دیگری هم در متن شناسی وجود دارد و اون بحث توجه به اعداد، ارقام، شهرهاست، کشورهاست، گیاهان هست، کلمات مثل اکثر و اقل و کثیر و قلیل و این تو کلمات رو باید در مجموعه بهش توجه داشته باشید. خب ببینیم داستان چیه و سوالاتش مربوط به چه خواهد بود. میگه که هنگامی که ما صحبت میکنیم درباره مورچه خار، آکل و نمد، یعنی مورچه خار، هنگامی که ما درباره مورچه خار صحبت میکنیم، به صورت غالب منظور عمومی حیوانات عجیبی هستن که زندگی میکنن در جنگل ها، در جنگل ها زندگی میکنن و همچنین بین گیاهان و فقط مورچه میخورن. دقت دارید، لا تاکل و الا نمد، یا میتونیم بگیم نمیخورن به جز مورچه، یا باید بگیم فقط مورچه ها رو، مورچه رو میخورن و این حیوانات ماهرن در صید مورچه، زیرا خداوند آفریده یه اعضایی رو که مناسب است برای این وظیفه. خب دو تا پای جلو دارن، دو تا پای جلو دارن که اینها مخالبن، یعنی چنگال دارن، چنگالای بلند و قوی. مورچه خوار پس چنگال های بلند و قوی رو داره که خانه های مورچه ها رو از بین میبره و به اونها میرسه و برای اونها یه زبان بلند هست که اون زبان بلند هم بر روش یک لعاب لزجی وجود داره که خارج میکنه اونها رو از دهانش و تعداد زیادی از مورچه ها رو متصل میکنه به اون، میلیسه به اون و به سمت عقب بر میگردونه. وقتی که اونها جذب اون زبان شدن، برمیگرداند زبانشو به عقب و اون چرا که جمع کرده از مورچه ها رو میبلعد و این رو به سرعت و زیاد تکرار میکنه. و از سوی دیگه میگه که مورچه خوار دندونم نداره، یادتون باشه مورچه خوار دندون نداره و احتیاجی هم به اونها نداره، زیرا طعمه‌ای که میخواد بخوره هم نرمه هم کوچولویه، نیاز به خورد کردنشون نیست. و مورچه خوارهای بزرگ یا بزرگترین مورچه خوارها کسانی مواردی هستن که بر روی زمین زندگی میکنن. ما دو نوع مورچه خوار داریم، یه مورچه خواری که بر روی زمین زندگی میکنه که بزرگترینه و طولش بیشتر از یک متره، و یک مورچه خوار دیگه هم داریم که رو درخت ها زندگی میکنن بچه ها و طولش کمتر از نیم متره و هرگز هم از درخت ها پایین نمیان، هیچ وقت از درخت ها پایین نمیان و یه دم بلندی هم دارن که آویزون میکنن خودشون رو به شاخه ها به وسیله اون دم ها. خب حالا بریم سوالاتش رو ببینیم در ارتباط با این متن چی میگه. سوال اول، تعیین کنید برای مورچه خوار کدوم یکی از این گزینه ها صحیح هست. گزینه یک میگه که نمیتواند زندگی کند بر روی زمین. خب همیالان اشاره شد که میتواند زندگی بکنه بر روی زمین، اصلا دو گروه بودن. بعدی میگه که هر مورچه ای رو که ببینه اطرافش دم یک مرتبه میبله، اینم غلط بود و او حیوانی است که تغذیه میکنه بر روی از گیاهان، فقط از گیاهان تغذیه میکنه. خب اینم کامل نبود. اما مورد بعدی میگه که انواع مختلفی از اونها وجود داره که حجمشونم و میزان چیزشونم فرق میکنه، متفاوته. خب گزینه 4 انتخاب میشه، چون داشتیم دیگه دو گروه بودن، یه گروهی که روی زمین زندگی میکردن
از یک متر بیشتر بودن، گروه دیگری که بر روی درخت و کمتر از نیم متر بودن. این گزینه انتخاب خواهد شد. خب بریم برای مورد بعدی. تعیین کنید خطا رو. چه چیزی کمک میکنه مورچه خوار رو برای خوردن شکارش؟ اولی میگه زبان بلند عجیبی که در دهان داره. دومی میگه که مایه لزجی که یافت میشه بر سطح زبانش. اینا که غلط نبودن. مورد سوم میگه که دندانهایی که سبب میشن که احتیاج به چیز دیگری پیدا نکنه، دندان رو داره به کار میبره، در صورتی که تو مد مستقیما اشاره کرد اصلا دندان ندارن. پس گزینه سه ما گزینه غلط هستش. واژه دندان رو به کار برده و این غلط هست. و اما مورد بعدی، تعیین کنید خطا رو بر اساس متن. مورچه خوار میتواند که آویزان بشه به شاخه‌ها، بلد نبود. و گفته که مورچه خواری که بر روی درخت ها هست از انواع دیگرش بزرگتره. خب این غلطه دیگه. این بزرگتره غلط بود، بلکه کوچکتر بودن اونایی که بر روی درخت بودن. این هم پس گزینه دوی ما گزینه خطا شد. و اما مورد بعدی، اقسان رو داریم در اعراب و تحلیل صرفی. یک گفته که اسم میپذیریم، جمع مکسر میپذیریم دیگه، خودتون میپذیرید که به عنوان شاخه ها هستش. قسم شاخه، اقسان شاخه ها. خب این که درست است، منتها گزینه خطا رو میخواد بچه ها، گزینه خطا رو. مورد دوم، اسم بله مفردش به صورت مذکر میاد، میگه مفردش یعنی قسم به صورت مذکر میاد، کاملا درسته. و بالاقسان هم در ترکیب میشه جار و مجرور، کاملا درسته، اینم غلط نیست. اما مورد سوم گفته که مثناس، اقسان که جمع بود دیگه، مثنا نبود و همین گزینه گزینه خطا هست. به راحتی این مورد انتخاب شد و دیگه ادامه نمیدیم، سایر مواردش درست است. مورد بعدی، یبتلعو یا تبتلعو. تبتلعو تو باب برده شده، افتعل یفتعل و افتعال. خب بریم ببینیم کدوم گزینه غلطه براش. در گزینه یک میگه فعل مضارع است، میپذیریم. ماضیش میشه ابتلع، میپذیریم. بذارید اینایی که پذیرفته میشه رو رنگین کنیم که کاملا مشخص باشه. مصدرش میشه ابتلا، میپذیریم. فعل و فاعل، برای دیگه هر فعلی فاعلی هم داره، حالا یا ظاهر یا مستتر. این گزینه پذیرفته میشه، منتها گزینه خطا رو میخواد. فعل در گزینه دو بله، للمؤنث بله میتونه مؤنث باشه. مصدرش بر وزن افتعال، کاملا درسته. اما فاعلش رو کلمه ما گرفته. این رو باید یه دقتی بکنیم توی متن ببینیم فاعلش ما هست یا نه. از خود یب تبتلا هم میشه فهمید که نمیتونه ما فاعلش باشه، بلکه مفعولش هستش. خب میریم لتبتلا تاب ببلعت. چه چیزی را؟ آنچرا که، یعنی جایگاه مفعولی بهش داده. پس بنابراین در این گزینه که صحبت از فاعل کرده است، گفته ما فاعلش هست، این گزینه دو غلط هست. ما جایگاه مفعولی رو دارد. گزینه خطامونم در این مورد مشخص شد. و گزینه های دیگه هم که هرچی گفته صحیح هست. مضارع سه طرف اصلی داره، دو طرف زائد داره، باب افتعال دو طرف اضافی داره. افتعال، انفعال، تفاعل، تفعل دو طرف اضافی همیشه دارن. جمله هم جمله فعلی است، صحیحه. للمفرد مؤنث غائب درسته، حروف اصلیش بلعه درسته، فعل و مفعولش هم میگه بعدش اومده که درسته. خب بریم برای تست بعدی. تعیین کنید خطا رو در ضبط حرکات و حروف. در ضبط حرکات حتما حتما بچه ها توجه داشته باشید به وزنهای قیاسی. ما یک سری وزنهایی داریم که اینا ثابتن، همیشگی هستن. خب شامل چه چیزهایی میشه؟ مثلا بابهای ثلثی مزید. بابهای ثلثی مزید همه تون میدونید دیگه، ماضیشون، مضارعشون، مصدرشون، امرشون ثابت هست. افعل یفعل و افعال، افتعل یفتعل و افتعال، انفعل ینفعل و انفعال، استفعل یستفعل و استفعال. میبینید یه وزنش ثابتی رو داره. این وزن باید رعایت بشه، هیچ چیزی نمیتونه باعث تغییر این حرکت ها بشود. خب یکی از اینایی که وزن قیاسی هستن یا ثابت و ماندگار هستن بابای ثلاثی مزیده. مورد بعدی، ساختار اسم فاعل و اسم مفعول هست. ساختار اسم فاعل و اسم مفعول هست.
اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل، اسم مفعول بر وزن مفعول، کاتب، مکتوب، قاتل، مقتول. و در ثلاثی مزید اسم فاعلتون با من مشهدی شروع میشه ابتداش. مشهدی ها به من میگن چی بچه ها؟ بفرستید برای من؟ به من چی میگن؟ آفرین مو. حالا اینو اگه بکشی زیاد چی میشه؟ درسته مو. پس با من مشهدی شروع میشه مو، قبل آخرش یا عین الفعلش کسره میگیره. در نگاه اولیه کسره یا یه هستش، مثلا میگید معلم، مرید، منضبط، محسن، این میشه اسم فاعل ثلاثی مضمون. اسم مفعولش باز حرف اولش با مو شروع میشه، میم ضمه دار، و قبل آخر یا عین الفعلش با فتحه یا الف، مثلا میگید مربع، منظم، مستخرج، مکرم، مراد، مجاب، اینا اسم مفعولن. پس اینم وزن ثابتی است که باید بهش توجه بکنید. مورد سوم ساختار مجهولی هست. ساختار مجهولی در ماضی اشاره شد بهش دیگه، عین الفعلش کسره میگیره، متحرک پیش از او ضمه، مثلا ضربه میشه ضربه، کتبه میشه کتبه. در مضارع حرف و مضارع رو ضمه میدید، قبل آخر یا عین الفعل رو فتحه میدید، یضربو میشه یضربو. این ساختار هم ثابت و معینه که باید حتما بهش توجه بشه. مورد بعدی نون مسناس، نون در مسنا که کسره داره. مورد بعدی نون در جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم که نون فتح داره. اینها مواردی هستند که خیلی توی ضبط ها، حرکت گذاری ها باید بهش توجه بکنید. میریم برای گزینه یک. میگه یغسل ملابس و جمیع اللاعبین بعد نهایت کل مسابقه. مسابقه، سابقه یا سابق و مسابقه. مسابقه از باب مفاعلت هستش، مصدر باب مفاعلت. پس باید بگه مسابقه نه مسابقه. این غلطه، مسابقه غلطه. خب این غلط. غلطی دیگه هم به لحاظ ترجمه اگر بهش نگاه کنیم، میگه که شسته میشود لباس های تمام بازیکنان. اگر بگیم میشوید، خب پس ملابس باید جایگاه مفعولی پیدا کنه، میشوید چه چیزی را؟ اما چون او داده بهش، این او رو داده بهش، بنابراین این فعل هم معلوم میشه باید به صورت مجهولی بیاد، یعنی باید بشود یغسلو. یغسلو که به صورت مجهولی، یعنی شسته میشود لباس های تمام بازیکنان بعد از پایان هر مسابقه. خب پس همین گزینه یک گزینه خطا بود. دقت داشتید؟ یکی بحث مجهول بودن باعث شد کمک کنه به ما، یکی هم بحث مسابقه، فاعل یا فاعل و مفاعل، مصادر مزید که گفتم بابهای ثلاثی مزید مهم هستن. پس همیشه در خطای ضبط حرکات و یا صحیح ضبط حرکات حروف، یعنی همون حرکت گذاری، این چند محوری رو که من بهش اشاره کردم رو حتما بهش دقت بکنید. سراغ وزنهای ثابت و ماندگار برید که یعنی هیچ چیزی باعث تغییرشون نمیشن. بابای سراسی مزید، اسم فاعل، اسم مفعول، ساختارهای مجهولی، نون در مثنا و نون در جمع مذکر سالم، اینا کمک میکنن به ما که بتوانیم انتخاب کنیم. مورد بعدی گفته تعیین کن خطا رو در مفردات. هر کدوم از این کلمات چیزی رو در داخل پرانتز خواسته که در مقابلش آورده، میگه کدوم گزینه خطاست. خب در گزینه یک هم رو آورده و متح رو، مترادفش رو خواسته. خب هم احمق میاد، مترادفش هم جهل و نادانیست میاد، متح ستایش، سناب ستایشه، این ایرادی برش نیست. مورد بعدی عیون رو و اتجاهات رو آورده، میگه مفرد اینا چی میشه؟ عیون مفردش میشه عین، اتجاهات هم میشه اتجاه، اینم ایرادی برش نیست. اما میریم سراغ مورد بعدی که یستوره هستش و اساعت. خب یستوره از پوشیدن و پنهان کردن میاد، متضادش رو آورده میگه یک تومه. خب یک تومه هم که همون یستوره هستش، پنهان کردن، کتمان کردن، پس این نمیتونه ضدش باشه. گزینه سه ما گزینه غلطه. اما اساعت که از بدی میاد، احسان هم از خوبی میاد، اون ایرادی برش نیست. پس گزینه سه ما
در متضاد بودن یستوره و یکتومو این خطا وجود داره که اینا متضاد نیستن و مترادفن. خب این مورد چهار هم که زم رو داریم و زیت رو داریم، جمعش گفته از ناب و زوید کاملا درسته. اینم از این تست. اما شماره 16 تعیین کنید خبری که موصوف است. اگر براس ما اونو پیدا کنیم، اول مبتدا خبرها رو پیدا کنیم. اسماک، هاولائه، حاضری، اطالب. اینا مبتدان. بریم سراغ خبرها. تحولو. میدونید یه خبر تکمیل کننده مبتدا باید باشه. الموزی از صفت برای اسماک کلمه. بعدش میشه خبرش. تلامیز، اعشاب، خیر. اینا خبرن. حالا میگه تو کدوم گزینه خبرت موصوف هم هستش برای صفتی که بعدش اومده. خب شما اینجا که اصلا دیگه نمیتونه باشه، اصلا جایگاه موصوفی نداره. اینجا هم که اضافه شده تلمیز، بنابراین جای موصوفی ندارد. اما در اینجا اعشاب بستان نا المفیده، این المفیده صفت هست برای اعشاب که موصوف هست. خب خبر ما اعشابه و جایگاه موصوفی هم پیدا کرد. موصوف نقش نیست بچه ها، موصوف تعیین کننده صفتی است که بعدش میاد، یعنی اون صفت تابع موصوف است. خب اعشاب هم خبر واقع شد و در ذهن موصوف است برای صفتی که مفیده، گیاهان مفید باغ ما. بنابراین این گزینه سه گزینه است که انتخاب خواهد شد. اعشاب خبر است به علاوه موصوف برای المفیده. اینم از این گزینه سه انتخاب می شود. مورد بعدی هم که خیر خبر هستش اما به اصطلاح موصوف هم واقع نشده، چون بعدش ادبا اومده که هیچ رعایت و رعایت حرکتی اونجا خیرون میگه، اونجا ادبا وجود ندارد. خب بریم برای شماره 17. کلمه زوار رو میگه تعیین کنید تو کدوم گزینه در جایگاه فاعلی نیست. اول زوارها رو ما مشخص کنیم، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. حالا باید ببینیم تو کدوم گزینه زوار جایگاه فاعلی ندارد. در اولی میگه که در سفر به عراق نمی روند به سمت مدائن. چه کسانی نمی روند؟ جایگاه فاعلی بهش دادید دیگه، چه کسانی، این فاعله. و مورد دوم، عظمت آن مقبره بزرگ در عراق به تعجب انداخت، چه کسانی را، زوار را جایگاه مفعولی دادید. همین گزینه دو رو انتخابش میکنید به عنوان گزینه که نیست در محل فاعلی. اما مورد بعدی جستجو میکنن آن را، کیا، زوار، باز جایگاه فاعلی دارید میدید بهش. اینجا هم مشاهده میکنن اون را، چه کسانی، زوار، با جایگاه فاعلی بهش دادید. بذارید این مورد سوم رو من با رنگ دیگری مشخص بکنم که دیگه مشخص باشد که این مفعوله و اینجا ما به عنوان گزینه ناسعی انتخابش کردیم، گزینه که فاعل درش وجود نداره، گزینه دو انتخاب میشود. خب بریم برای شماره 18 تعیین کن فعلی که اون رو نمیتونیم فاعل در نظر بگیریم، به عنوان فاعل نمیتونیم، یعنی فاعلی براش شناخته نخواهد شد، نمیتونیم فاعلی براش پیدا بکنیم. خب در اولی این فعلمون هستش، اینجا هم فعلمونه، این هم فعله، این هم که فعله. خب میگه که تو کدوم گزینه فعلی داریم که نمیتونیم برای فاعلی در نظر بگیریم. خب در گزینه اول میگه بعد از لحظه یا بعد از ساعتی میبندد. کی میبندد؟ او. میتونیم فاعلی براش پیدا بکنیم که فاعل هو مستتر است. مورد بعدی، نزدیک نمی کند انسان را به دیگران مگر وفا به عهد. اینم که به اصطلاح فاعل دارد، فاعل شبه است، یعنی فعل معلوم هستش، اینا فعل معلومن،
فعل معلوم یعنی فاعل دارد. این هم فعل معلوم هست یعنی فاعل دارد. اما در اینجا در گزینه 3 میگه که بسیاری از غذاهای موجود در اینجا انفاق می شود بین فقرا. این فعل فعل مجهول هست. خب فعل مجهول میگن که فعل و فاعله محذوف. تو زبان عربی فعل مجهول به فعلی میگن که فاعلش محذوفه، یعنی فاعلی براش نداریم. بنابراین این چون فعل مجهول هست ما فاعل دیگه نداریم، بلکه نایب فاعل براش داریم. همین گزینه 3 رو انتخابش میکنیم. اون آیه دیگه میخواهم، خب فاعلش میشه انا. تخبره خبر بدهد، باز فاعلش میشه مثلا هیه. به هر حال اینا همه فاعل دارن، یعنی فعلای معلومن. اینا فعلای معلوم هستن، فعل معلوم. ولی در گزینه 3 فعلی که اومده فعل مجهوله. از معنا متوجه شدیم که این معنای مجهولی باید براش بکنیم. بسیاری از غذاهای موجود در آنجا انفاق می شود، داده می شود به فقیران. پس این گزینه 3 گزینه است که فاعل محذوف دارد یا فاعلی براش نمیتونیم بشناسیم. بریم برای تست بعدیمون تعیین کنیم صحیح رو. یه جمله اومده میگه که هنگامی که پدر و مادر امیدوار باشن به پیشرفت فرزندشان چی بهش میگن. خب دقت داشته باشید بچه ها که باید اینجا بر اساس کتاب عربی 12 این اطلاعات رو داشته باشید. ان برای تأکید کامل جمله میاد، ان برای تواصل میاد، وصل کردن میاد، کن برای تشبیه یا ظن و گمان آورده می شود، لیت برای تمنا میاد، برای تمنا، و لعل برای ترجی و امید میاد، و لکنه هم برای رفع ابهام و تکمیل جمله. خب حالا ما اینجا وقتی که میگه پدر و مادر امید دارند، بنابراین خودتون به من بگید که ما تو سراغ کدوم گزینه بریم. بچه ها باریکلا گزینه 2 لعله رو انتخابش میکنیم. آفرین، لعله دیگه کاملا مشخصه که لعله برای ترجی و امید، یعنی رجا و امید هست. گزینه 2 انتخاب خواهد شد. خب اینم از این. و اما مورد پایانی تعیین کنید لایی که نفی میکنه حکم بعدش رو، نفی عام، نفی مطلق. نفی مطلق بچه ها برای لایی نفی جنس میاد، لایی نفی جنس که بعدش اسم نکره میاد. اون اسم نکره همیشه مبنی بر فتحه، یعنی فتحه میگیره، ا میگیره، تنوین هم نمیپذیره، الف لام هم نمیپذیره. اسم لای نفع جنس برای اسم نکره. این برای چی میاد؟ برای نفی مطلق میاد. اگه میخوایم یه نفی مطلق داشته باشیم باید لای نفع جنس رو بیاریم. چی ویژگی داره بعد از لای نفع جنس؟ یک اسم میاد، اون اسم باید نکره باشه، مبنی بر فتح. خب خودتون انتخاب کنید دیگه. خب گزینه 1 رو نمیتوانیم بپذیریم چون این تنوین گرفته. و ضمنی که توجه داشته باشه که لای نفع جنس بچه ها ابتدای جمله هم میاد و این گونه نیست. اینجا هم که لا بازی ویرگول گذاشته و این اسمی هم که بعدش اومده اسم نکره نیست، بلکه الف لام داره. اما در اینجا در گزینه 3 این لای نفع جنس و فضیلت هم اسم نکره هستش، نه الف لام داره نه تنوین داره.
و همین رو انتخابش میکنیم. گزینه 3 انتخاب خواهد شد. در گزینه 4 هم که لایک اومده بعدش فیل اومده و این نمیتونه لای نفع جنس باشد. لای نفع جنس بچه ها پس بعدش اسم میاد، اما اون اسم چه ویژگی داره؟ باید نکره باشه، یعنی باید همیشه مبنی بر فتح باشه، هیچ وقت تنوین نمیپذیرد، هیچ وقت هم الف لام نمیپذیرد، چون میگه نکره. پس این اولی رفت کنار، دومی رفت کنار، چهارمی هم کنار و سومی انتخاب شد. این هم از بررسی 20 تا تست آزمون قلمچی که به صورت تحلیلی بچه ها با شما این رو سپری کردیم که به موضوعات مختلفش توجه داشته باشید. پس در بخش ترجمه فزج من رو همیشه به خاطر داشته باشید. فعلها، ضمیرها، جمعها، معرفها، نکرها و موصوف صفت و مضاف مضافانه، اینا رو در بخش ترجمه ببینید درست انجام شده یا نه. حالا البته یک سری مکملام داریم که اینو بعدها برای اونایی که در کلاس هستن بهش اشاره خواهیم کرد در اون مقوله همایش های ترجمه‌ای که داریم. و بحث درک مطلب رو داشتیم با موضوعاتی که بود و بحث موارد متنوعی که بخش قواعدی از پایه عربی دهم و همچنین پایه عربی دوازدهم بحث جلسه اولش که حروف مشبهه بالفعل بود و لای نفی جنس. ممنونم از شما، امیدوارم که مفید باشه برای شما این ساعتی رو که با هم داشتیم. اگر سوال چیزی دارید در خدمت شما هستید.